بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. محصلین عزیز، درس سوم ما ادامه داره، بخش دوم درس سوم ماست که در سلسله اصول اقتصاد اسلامی ما شما درس ما دوام داره. اصل چهارم را که خواندیم، او اصل ملکیت دوگانه، یا ای که شریعت اسلامی هر دو نوع ملکیت را قبول داره و هر دو من حیث اصل قبول داره، نه من حیث استثناء. اصل پنجم از اصول اقتصاد اسلامی اصل آزادی اقتصادی است. آزادی اقتصادی، آزادی اقتصادی چی معنا؟ آزادی اقتصادی به این معنا که انسان آزاد باشد که چی را به دست میاره، چی را مصرف میکنه و چی را استهلاک میکنه و کدام نوع اموال را ملکیت میشه، مالک میشه و کدام نوع اموال را تولید میکنه و کدام نوع اموال را به جامعه عرضه میکنه و از کدام نوع اموال مصرف میکنه. این معنای آزادی، آزادی اقتصادی است. این معنای آزادی اقتصادی است. اسلام و یا نظام اقتصادی اسلام و یا مکتب اقتصادی اسلام به اصل آزادی اقتصادی پابند است و ایره قبول کرده و ایره من حیث یک اصل در نظام خود، در مکتب خود گنجانیده است. محصلین عزیز، شما متوجه باشین که دو نظام اقتصادی که ما شما از او ذکر کردیم که کاپیتالیسم و سوسیالیسم است، اونا در مورد آزادی اقتصادی دو جهت متضاد را گرفتن. نظام کاپیتالیستی یا نظام سرمایه‌داری اساساً بر آزادی اقتصادی استوار است، مثل که در او قبلا بر ملکیت فردی استوار بود، اینجا در آزادی اقتصادی استوار است. آزادی اقتصادی به معنا که فرد حق داشته باشه که هر نوع چیز را مالک شه، فرد حق داشته باشه که هر چیز را استهلاک کنه، فرد حق داشته باشه که هر نوع چیز را تولید بکنه، دولت هیچ نوع قیوداتی بر آزادی اقتصادی از او وضع نکنه. اما در مقابل از این، در مقابل از این نظام اقتصادی کاپیتال سوسیالیستی وجود داره که اونا میگه که آزادی اقتصادی اساسا در اوج سلب است، در اوج اساسا سلب است، به این معنا که فرد نمیتونه که برای خود حتی شغل آزاد را انتخاب بکنه. تولید آزادانه کرده نمیتونه، چرا که وسایل تولید دست دولت است. حتی شغل آزاد را هم انتخاب کرده نمیتونه. در نظام سوسیالیستی چرا اوجا؟ در اوجا نظامی است که به اساس پلانگذاری مرکزی و چیز میشه، هرچی توزیع و ترتیب میشه. بناهن به نظام سوسیالیستی و نظام سرمایه‌داری در دو جهت متضاد در مورد آزادی اقتصادی قرار دارن. اما اسلام میگه که آزادی اقتصادی را ما میپذیریم و مشکل دیگه نیست، انسان آزاد خلق شده و در مثل که در دیگه تصرفات خود آزاد است، در اقتصاد خود هم باید آزاد باشه، در اقتصاد خود هم باید چی باشد؟ آزاد باشه. لکن البته یک سلسله قیود و محدودیت های را اسلام وضع کرده که در این صورت به خاطر وضع از این قیود این فعالیت انسان را کمی تنظیم و ترتیب می باشه و او را نمگذاره که در بعضی مسائلی که او به جامعه ضرر واقع میشه یا به خود شخص ضرر واقع میشه در او دست بزنه یا او را به پیش ببره. به می اساس بعضی چیزها را ممنوع قرار داده اسلام که از او طریق یک نوع منفعت نامشروع به انسان می، مثلا احتکار، ظلم، غصب یا اختلاس اموال مردم، غصب و اختلاس اموال مردم، ای از این چیز کرده ممنوع قرار داده، رانازه قرار داده. بخاطر از این که چیزه طبعا اولی در نظام سرمایه‌داری میگه، در نظام سرمایه‌داری مثلا در اوجه هم ظلم نارواست، غصب و نارواست نیست، لکن احتکار ناروا نیست. با وسایل مختلف مردم را جلب کردن و جذب کردن و با دروغ و به اصطلاح به اشتهارات مختلف انسان را جذب کردن و دوکه کردن، در این مسئله موجود مطرح نیست. اما در این مطرح از در اسلام نمی که
من غشنا فليس منا. ده يجي باز امو آزادی ملک مطلق نیست. یک گمی محدودیتی بر آزادی گذاشته شده و در نظام سرمایه‌داری بر فرد آزادی مطلق است. هیچ کنه و ممنوعیت سر از او چیز نشده. دیگه از راه های غیر مشروع باید انسان ملکیت را به دست نیاره. حکومت مداخله میکنه وقتی که دید که یک انسان از طریق غیر مشروع از طریق ناروا یک چیزی را به دست آورد، از پیش از او پرسان میکنه که من عین لک هذا، ایر از کجا کردی؟ بناهن از راه مشروع و در چارچوب شریعت اسلام و در روشنی امو اقتصادات شریعت اسلامی یک چیزی را به دست آورده باشه. ای اگر از ناروا و نامشروع به دست آورده باشه، بزرگ از پیش اسلام مصادره میکنه. و همچنان در پالی از ای بعضی از حقوق مالی را بالا اشفاظه کرده که حقوق مالی را انجام بده که از زکات یکی از اون مسئله ترین مسئله است. دیگه اصل آزادی اقتصادی اصل پنجم در نظام یا مکتب اقتصادی اسلامی می باشه. اصل ششم که به شکل مختصر بوی اشاره شده است که اصل رشد اقتصادی فراگیر، یعنی برای این که رشد اقتصادی در جامعه باشه و همچنان این رشد اقتصادی یک نوع فراگیر و همه جانبه باشه، همه جانبه باشه، یعنی این که اطور نباشه که صرف یک جنبه و یک طرف را رشد بکنه و طرف دیگه اطراف دیگه رشد نکنه. ما شما در نظام کاپیتالیسم دیدیم که در اوج وقتی که سرمایه‌دار کش میکنه یا تولید کننده کش میکنه که چیز را تولید کنه که برش مفاد زود و زیاد به دست بیاره، حوایج اصلی، نیازهای اصلی، ضروریات اولیه جامعه را در نظر نمیگیره، در جای سرمایه گذاری میکنه و این سرمایه گذاری برش مفاد بیشتر و زودتر به دست بده. اما در اینجا میگه که او مثلا نیست، باید فراگیر باشه. اولویت برای همان کارهای استثماری و تولیدی داده می شود که او در حقیقت ضروریات اولیه جامعه باشه. دیگه به می اساس رشد اقتصادی فراگیر برای تمام مسلمانان به تعمیر زمین امر شده و اتصال خلیفه خدا در زمین تعیین شده و کائنات نیز برای انسان مسخر شده و نیز امر شده که بعد از ادای نماز در زمین، یعنی امر دلیل زیادی وجود داره که باز ای به خودش به دلالت میکنه که انسان چی کنه، انسان کسب و کار بکنه و بر جوانب مختلف زمین را آباد بکنه. هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ای قسم آیات زیادی وجود داره که انسان را به طرف رشد اقتصادی سوق میده و رشد اقتصادی که او فراگیر باشه، همه جانبه باشه. این بود اصل ششم. میریم به اصل هفتم. اصل هفتم اعتدال در مصرف. اعتدال در مصرف. اصل هفتم اعتدال در مصرف. معنایی که اینی در مصرف خود باید میانه رو باشه. ما اصل معنای اقتصاد میانه رو بیست. در بسیاری از آیت های قرآن زیمشان از این مسئله ممنوعیت قرار گرفته که انسان اسراف بکنه یا تبذیر بکنه. الله متعال در بسیاری آیت میگه کلو و شبو ولا تسرفو، کلو و شبو ولا تسرفو، ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین، یقینا تبذیر کنندگان برادران شیطانان هستند. دیگه از این معنی فرموده اصل اعتدال در مصرف. و شما دوستای عزیز میفهمین که در اعتدال در مصرف سبب از این میشه که سرمایه بلکه بچت میشه و از مصارف بجا جلوگیری صورت میگیره و این کار بسیار مهم است. ما شما خو کم میبینیم، لیکن بسیاری مردمی که در این بوتلا کار میکنه بس میبینیم که در چقدر نان پخته میشه با چقدر اصراف میشه و رو طرف باز مندازه، حتی مو نان باز به فقیر مسکین هم نمیتنه. دیگه این اصل اعتدال در مصرف بسیار اصل مهم اساسی است. اصل هشتم ملکیت مجازی. یعنی ما شما پیشتر گفتیم که اصل ملکیت تمام اشیا برمیگرده به الله متعال. مالک حقیقی تمام اشیا ذات الله متعال است و انسان در حقیقت خلیفه الله متعال است در ملکیت، یعنی مجاز نور استفاده کرده میتونه. به می اساس دیگه وقتی که انسان خلیفه شد باید مالک اصلی که چیزی میگه به مو اساسی مال را مصرف بکنه. مالک استی که کدام امر را میفرم به اون اساسی مال را مصرف کنه.
مال را با طبق دلخواه و اراده خود مصرف نکنه. مالک از حقیقی که گدام و فرمایش ها داره به اساس مصرف بکنه. و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، در آیات بیشتر ما شما خواندیم الله متعال میگه شما مصرف کنید از امو چیزی که الله متعال شما را در اوج خلیفه گشتانده، یعنی در حقیقت خو ملکیت از الله متعال است، شما جانشین الله متعال دری هستین، دیگه او نفقه کنید. باز نفقه را چی باید برای طبق فرمودی الله متعال برای مساکین فقرا مصرف شود، مال که به نصاب رسید زکات باید داده شود به مساکین مسکینایی که در و افرادی که در قرآن زمشان برز نامشخص است، انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل لوجب هذه مصرف شبه دیگه به اساس انسان باید متوجه باشه که در حقیقت ملکیت اصلا از الله متعال است، ملکیت ازی ملکیت مجازی است، ملکیت اجازوی است، اصل ملکیت به الله برمیگرده. اصل نوام ای است که اقتصاد اسلامی یک اقتصاد عقیدوی است، وقت یعنی با عقیده ربط داره. ببینین شما در اقتصاد معاصر کاپیتالیسم و سوسیالیسم در روی اساسا دین از نظر انداخته شده، گفتن که مسائل اقتصادی ما باید از دین مجزا بسازیم، مسائل اقتصادی را باید با عقیده هیچ ربطی نداشته باشن. اما در اسلام اقتصاد نیست، در اسلام اقتصاد عقیدوی است. وقتی که مسلمان با قرآن عقیده داره و قرآن برش میگه که ربا نخو و لا تأکل الربا اضعافا مضاعفا، از ربا خودری نگاه میکنه، چرا که دینش برش میگه، عقیدهش برش میگه، باورهایش رو امر میکنه که از این خودر نگاه میکنه. وقتی که دینش برش میگه که اشیای حرام را تولید نکو، از او اجتناب میکنه. وقتی که دینش برش میگه که تو به طرف تولید شراب نرو ولو که در او فایده بسیار زیاد، مفاد بسیار زیاد است، از او اجتناب میکنه. وقتی که برش دینش میگه، عقیدهش برش میگه که تو به طرف تولید اشیای مبتذل و مخرب جامعه نرو، باز نمیره دیگه، از او اجتناب میکنه. تو به طرف تولید پخش و نشر منکرات و فحشا و بیدینی نباش، باز از او اجتناب میکنه، ولو که در او فایده دنیویش هم باشه، لیکن از او اجتناب میکنه. دیگه اصل نوام از اصول اقتصاد اسلامی است که او اصل اقتصاد عقیدوی است. اصل دومی است که اقتصاد اسلامی یک اقتصاد اخلاقی است، یعنی با اخلاق هم رابطه داره. اونا میگه که اقتصاد را از اخلاق و دین و عاطفه و این مسائل همه پاک و مال است. مال کسی کسب کرد به دست آورده، نورد هر کس کش کنه. میگه اینجا باید اخلاق مورد اول در معاملات امانت داری را شما ببینید چقدر مراعات کرده. مسئله امانت داری در معاملات باید متوجه باشه انسان، و بسیار زیاد اتفاق میشه که یک کسی فرمایش بده که برای من قدر کامپیوتر درست کن، مواصفات باش بند میکنه، اما دو ست کامپیوتر که مثلا کسی خواسته باشه، این یک چیزی را تغییر میده که خریدارش متوجه از اون نبود، لکن در یک کامپیوتر به اندازه $50 برش مفاد میفته. اما اگه اسلام مسلمان باشه، مسلمان روش میگه که نه، چیزی که ولو که او مشتری تو به اینه میفهم این مسئله را دیجا امانت داری برند مراد کنی. وفا با وعده و پیمان، وقتی که وعده و پیمان کردی با کسی بسته کردی وفا کردی، ولو که فایده زیاد هم در درور شکستاندن یک چیز باشه. اعتدال، من از غش و فریب و چل و این مسئله ای را همیشه ای در نظام اقتصاد اسلامی، در مکتب اقتصاد اسلامی از جمله اصول است که با اخلاق رابطه داره، بلکه با اخلاق استوار است. و اقتصاد اسلامی یک نوع اقتصاد اخلاقی است، یک نوع اقتصاد اخلاقی است. خب محصول نزید بود اما اصول عمده اقتصاد اسلامی علمه به بخش دومه که بخش تغییر پذیر اقتصاد اسلامی است. و باز بعد از اینکه ویژگی های اقتصاد اسلامی چی هست و انشاءالله باز در درس بعدی شاید بخوانیم. بخش تغییر پذیر اقتصاد اسلامی مربوط جنبه تطبیقی می شود که عبارت از روش ها و پلان های عملی و حل های مناسب مطابق وقت مشخص بوده که از طرف دانشمندان و امامان مجتهد در نشانی اصول اقتصاد اسلامی استنباط می شود. بنابراین اختلاف آمد در مسائل فرعی رحمت است، زیرا اصل قبول شده و اختلاف شامل مسائل فروعی و جزئی است.
اجتماع در شبکات آن حیات خود را تنظیم می نماید. به طور مثال این چیزا، یعنی بخش دومی از اقتصاد اسلامی بخش تغییر پذیر است که در اوج علما و دانشمندان مسلمان دست باز داره و اونا می توانند که در این رابطه اجتهاداتی بکنن، نظریاتی را بکنن، در یک جامعه به یک قسم یک رای حالی تقدیم کنن در یک مسئله و در جامعه دیگه یک رای حال دیگه تقدیم بکنن، در یک زمانه به یک شکل یک معامله را به پیش می بردن و در زمانی دیگه مثلا به یک قسم دیگه مسئله را به پیش می بردن. و به خاطر از اینکه زندگی و روش های زندگی و روش های تطبیقی و جنبه های تطبیقی و عملی اقتصاد بسیار آسان و ساده و قابل عمل شده باشه، مجتهدین میتونند در روشنه اصول کلی اقتصاد استنباطاتی داشته باشه، اجتهاداتی داشته باشه و اساس از او را به پیش ببره و او را به جامعه تقدیم کنه و جامعه و حکومت و نظام از او استفاده بکنه. یک نقطه را دیجا متوجه باشین که علمای کرام در اینجا امو اختلاف را که گفته که اختلاف رحمت است، در این رابطه گفته که در مسائل فروعی برش رحمت گفته شده که او مسائل اصول نیست بلکه مسائل فروعی است که در اوجه اختلاف شده، از انواع مختلفی از راه های حل مختلفی را مطرح کرده. یک صورت یک عالم گفته که جایز است، دیگه گفته که نجایز است. طبعا در روشنی دلایل خود امو اجتهاد خود تقدیم کرد. همین اجتهاد علما و این یک نوع برای جامعه یک نوع ذخیره کلان فقهی به میان آمده که علما مرا اما اگر حدیثی باشه که اختلاف امتی رحمتون، او امو حدیث باشه ای را دمی حمل میکنه و می تطبیق میکنه که در سیستم احکام فروعی این قابل تطبیق میباشه و مسلمان ها او را باز قابل عمل قرار میدن. مثلا ما میتونیم که کدام مسئله که قابل ای است که در اوج اختلاف واقع شد و قابل تغییر باید تعیین اندازه معاشات و اجورت. یک مثلا اقامه توازن اقتصادی بین افراد جامعه که چه قسم مثلا این توازن برپا شود، به کدام راه ها، تفاوت مالیات مثلا در بعضی از اموال و اجناس مالیات زیاد وضع شود، در بعضی اموال و اجناس مالیات کم وضع شود. مثلا دیگر تعیین نرخ و قیمت ها در جامعه، این درست است یا درست نیست. تعیین نمودن مداخله دولت در امور اقتصادی که در کدام مسئله چیز مداخله کنه دولت، کدام مسئله مداخله نکنه. پلان های مختلف رشد اقتصادی، پیشرفت اقتصادی. همچنان این مسئله که چقدر دولت سرمایه گذارا یا سرمایه دارا را متوجه از این بسازه که به طرف به کدام طرف برن که هم تولید بکنه و هم تولیدشون به جامعه مفید واقع شود. این هم بخش تغییر پذیر است. دیگه این بخش باز ما به نام اقتصاد اسلامی، نظام اقتصادی اسلام یاد کرده میتونیم و چیز است که به میاساس این باز بخش تغییر پذیر است مثل که پیشتر گفتیم و این مطابق هر عصر و زمان باز این تغییر میکنه، هر عصر و زمان از این تغییر میکنه که این را باز ما اختلاف امتمون. به طور خلاص گفته میتونیم که اقتصاد اسلامی متشکل از مکتب و نظام است که از نگاه اصول مکتب و از نگاه تطبیقات فرعی نظام اقتصادی است. این ما شما که ایجاد خواندیم اونمو اصول بود، اون مکتب بود و این به قسم بعدی چی است؟ سوره به نام نظام. بخش اولش وزاری الله متعالی بوده، بخش دوم مستر مشتدین است که قابل اختلاف میباشه. بخش اولش طبعا نظام است که نظام منسوسی الله متعالی است، لیکن بخش دومش که قابل تطبیق است و باز میشه که قابل تغییر باشه. مثلا نظام اقتصادی سعودی شاید با نظام اقتصادی کویت در تفاوت باشه، یا مثلا نظام اقتصادی افغانستان وقتی که ما شما میخواییم که به خاطر کشور خودگان سهولت های خوب بیشتری بهتری را ایجاد کنیم، در باز ای را مسئله را علما در نظر میگیره به مؤسسی را به پیش میبره. دیگه ای بود محصلین عزیز و گرامی خلاصه ای که نظام و مکتب اقتصادی اسلام چی است و با چی قسم است. درس دوم خود را به می
خلاصه میکنیم و به می اکتفا میکنیم. انشالله که باز در سلسله ما را هم به شکل چیز آغاز میکنیم. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.